با درود به ملت عزیز ایران، با درود به تمام هموطنانی که در هر جای دنیا هستین. امیدوارم که سرفراز باشین، سربلند باشید، به دلتون خوش باشه و در این زمستان سرد واقعا دلهاتون گرم باشه و همیشه دست خدا همراه شما همه عزیزان باشه. برنامه ما رو هفته دیگه آغاز میکنیم با کارگردانی یاسر جان عزیزم. به شما ملت محبوب عشق ما واقعا ایرانی، یعنی واقعا شما ایرانی ها عشق ما هستین، چون برای اینکه ایران ایرانی بایستی سربلند و سرفراز باشه تا حقیقتا منی که اینجا دارم از برای ایرانی صحبت میکنم اون سربلندی رو احساس بکنم. واقعا دوست داریم که ایرانی آزاد داشته باشیم که تا همه مردم ما از هر جای دنیا در ایران بیان و برای ایران خدمت بکنن و برای زندگی های بهتر خودشون خدمت بکنن، نه در کشورهای غریبه باشیم که هر دقیقه برای غریبه ها کار بکنیم ولی به خودمون میرسیم همیشه لنگ میزنیم. ولی این هم درست میشه به نام عیسی مسیح. بذار برنامه رو با دعای آغاز بکنیم، بیایم خدمتتون. خداوند شکرگزار و سپاسگزارم برای این وقتی که به من دادی عیسی مسیح. ای خداوند زنده، از تو می طلبم که روی قدوست این برنامه من هدایت و ایمایت بکنه ای خداوند، و از روی خودت منو پر کنه ای خداوند، برنامه رو در دستای خودت بگیر و تو کنترل بکنه ای خدوس. خداوند قلبا رو آماده بکن که کلام تو میشنون ای خداوند بر قلباشون بشینه و واقعا خداوند به تو خدای زنده ایمان بیارن و تو رو بشناسن. شکرت میکنم به نام پرجلال عیسی مسیح، آمین. خب شمالی عزیز، شما چطورین؟ خوبین؟ امیدوارم که بارندگیه، من نمیدونم، برف بکنم، هفته پیش برف اومده بود، نمیدونم حداقل، چون ندیدم توی این سایت های مجازی هم ندیدم. از گیلان عکس میفرستین، از لاهیجان عکس میفرستین، خیلی هم خوشگل، خیلی زیبا، ولی باران دیدم که امروز داره بارون میاد. اینجا بارونیه، 4 روز و 5 روز بعد از این همه مدت بالاخره 4-5 روز باران شد، ولی باران اینجا هم یه جوریه که به هر حال آب گرفتگیه، نمیدونم خونه ها روی تپه هست، خطرناکه. به هر حال نعمت خداوند، بیزار بارون بیاد. خب بیزار برنامه ما رو، شعر ما رو خودمون رو بخونیم. میدونم که این شعرها خوشتون میاد، چون برای اینکه از قلب ما اومد، درسته یه ذره از قافیه و این برانوره، ولی خب میدونم به قلبا میشینه. میگه تا که من حس کردم روی تو، هر قدم مستانه رفتم سوی او. تا که من حس کردم روی او، هر قدم مستانه رفتم سوی او. از سوی او عادل شدم، از روی او آزاد شدم. گفتم مسیح ای ناز من، در دام غم افتادم. گفتا نترس فرزند من، با خون من غمهای تو باطل شود. هرچه گناه در تو بود باطل شود. تا که من این را بشنیدم، تا که من این را بشنیدم، از دام غم آزاد شدم، از هر گناه رها شدم. گفتم مسیح جان پادشاه، گفتم مسیح جان پادشاه، مرده بودم با خون تو زنده شدم. نازم به ناز تو مسیح، شادم با تو ای سرورم. تاجی که دادی بر سرم، تاجی که دادی بر سرم، شاهزاده دنیا شدم. مستم به ناز تو مسیح، شادم به نام تو مسیح. جلال بر نام عیسی مسیح باد. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. اینم شعر ما. حالا بریم یه ذره از این وقایع ایران صحبت بکنیم. امروز میگفتن که توی فلسطین زندانیایی که توی اسرائیل زندانن، فلسطینیایی که توی اسرائیل زندانن، برای خانواده های اونا
ببین چقدر ما انسان دوستیم ایرانی های، البته ایرانی ها رو نمیگم، آخونداره میگم، ببین چقدر انسان دوستن که برای اونا خونه دارن درست میکنن تو فلسطین، بودجه گذاشتن برای اونا خونه درست میکنن. یک قدم برین تا کرمانشاه، زلزله زدگان تو آب دارن زندگی میکنن. من نمیگم انسان دوست نباشید، کمک نکنید، ولی اول وقتی خانه داره خراب میشه بر سر خودت، آیا خانه میخوای خراب بشه بر سر خودت بعد بری برای کسیگر کار بکنی؟ اول خانه خودتو درست بکن، بعد برو انسان دوست باش، برو مردم دیگه هم کمک بکن. هیچ کس بدش نمیاد از این کار. امروز پرزیدنت آمریکا داشت صحبت میکرد، ترامپ گفت که اولین چیز باید خود امریکا، مردم امریکا باشن. من چقدر پول برای امنیت تمام اروپا بدیم، خودشون دست بکنن جیب خودشون بیرون بیارن. اولین چیز هر کس خانه خودشو، من تا خودمو حفظ نکنم نمیتونم کسی دیگر رو کمک بکنم. شما این بدبخت های بیچاره ها، زلزله زدگان توی کرمانشاه دارن تو آب زندگی میکنن، شما میرین برای فلسطین و برای لبنان و لبنانیایی که حزب الله شون، برو شما تو سایدان نگاه بکنین، همه دختراشون لخت لخت بیکینی پوشیدن دارن میرقصن با پول ایران، او یکی داره آبجو میخوره به سلامتی با جمهوری اسلامی با پول ایران. بعد من ایرانی بایستی زلزله زده بدبخت توی آب و زندگی بمیرم، آقایون دزد بیان دزدی بکنن پولا رو ببرن جای دیگه. همین هواپیمایی که افتاد باور بگو اینا روی دزدی هاشون اینجوری میشه. اینقدر اینا مخفی کاری دارن، هواپیما نمیدونم 80 تن نمیدونم گوشت داشته آوردن. اصلا ببین کشاورزی رو، دامداری رو نابود کردن، بعد میرن گوشت های مثلا به خاطر چی میرن این گوشت هم میارن؟ به خاطر که یه دزدی از دویش بکنن. بعد چطور گوشت میارین 16 تا سران ارتش سپاه نمیدونم تون نشسته بوده، چجوریه اون؟ یعنی 16 تا داره میره میگه منطقه جنگی میخوام برن اونجا، نمیدونم نقشه درست بکنن که چجوری باید دشمن رو از کار بندازن. اینقدر میگن مخفی کاری دارن، اینقدر دروغ میگن در این 40 سال، اینقدر به این مردم دروغ خوروندن، یا مردم ایران فکر میکنن دیگه این تلویزیون های ایران دیگه واقعا همه حقیقت دارن به اینا میگن، در صورتی که فقط دروغ دروغ دروغ، به خاطر دزدیشون، به خاطری که همه شون غالطاگیری دارن توشون. هیچ کدوم نمیخوام برای ملت و برای کشور ایران کار بکنن، کشور ایران ول میکنن، خزر میفروشن به روسا و نمیدونم 4 تا همسایه دیگه میدن، همینجوری میبخشن ارث پدریشون و نمیدونم خوزستان و خلیج و فارسی میدن به چینی ها، جزیره کیش میدن به چینی ها، نمیدونم یه طرف دیگر میدن به هندی ها. اصلا شما فکر میکنین ملت ایران، شما نشستین بیتفاوت فکر میکنین اگه جمهوری اسلامی بره نمیدونم کشور تیکه پاره میشه؟ همین حال که جمهوری اسلامی هست کشور داره تیکه پاره میشه، تا موقعی که اینا هستن کشور تیکه پاره میشه، چون برای اینکه اینا دارن تیکه تیکه میفروشن همه رو میدن به خاطر که خودشون حکومت بکنن. بس با اتحاد ما، با همبستگی ما، یک قدم شعار، یک قدم تا پیروزی. از این بیتفاوتی باید بیایم بیرون، یک قدم تا پیروزی. اون هفته من صحبت کردم، اون هفته هم گفتم مردم ایران سپرده نذارین توی این بانکایی که تلویزیون های ایران میگن فلان مؤسسه باز شده سپرده بذارین. میخوام پولاتونو که تو خونه هر جا دارین بیارن تو اون سپرده گذاری، بعد از چند ماه اعلام ورشکستگی بکنن پولاتون از بین بره. یعنی شما 40 سال بازی این جمهوری اسلامی رو تا الان نشناختین؟ ما که بیرون از ایران هستیم
این چیزها رو میبینیم میشناسیم. بعد شما که دارین باشون زندگی میکنین، این همه غالطاقگیری و این همه دزدی و این همه فرشکستگی مؤسسات دولتی و غیر دولتی براتون باز میکنن، پولاتون رو برمیدارن، اینا رو نمیدونیم بعد؟ چاییه یا بابا این آبجو نیست، نگین آبجوه، چاییه. ما چایی ریختیم توی این لیوان روشن، بخاطر همون لیوان تیره نیست. به هر حال میخواستیم یه مذاقم بکنیم که بالاخره یه ذره بخندیم. به هر حال اینجوریه، نگاه بکنین شما، ملت ایران بایستی باهوش باشن. چندی پیش تلویزیون ایران یک مؤسسه‌ای به نام امید یا بانگ امید همچی چیزی داشت تبلیغ میکرد. من توی تلویزیون وقتی فوتبال اینا رو داشتم نگاه میکردم دیدم. این مؤسسات جدید اینا باز میکنن، باور بکنیم فقط به خاطر که پولاتون بیرون بیارن و طبق اون پولایی که بیرون اومده الان میدونن چقدر پول تو خونه ها هست. میخوام پولاتونو بردارم بیارم بیرون، بعد از چه ماه مؤسسه میگن ورشکست شده. این مؤسساتی که الان هستن، بانکایی که میشناسین که واقعا به درد شما نمیخورن و اینا جدید باز شدن، پولاتونو بردارین. اگه پولم بهتون نمیده چک بگیرین ببرین توی بانک ملی یا مرکزی یا ملت، بانک هایی که مشخصن، بانک هایی که میدونین هر چجوری اینا ورشکستن. بعد هر روز میلیون ها دلار اینا دارن از ایران خارج میکنن. چجوری اینا ورشکستن که توی آلمان هتل میخرن، توی آلمان نمیدونم مؤسسات هواپیمایی باز میکنن، توی ایتالیا نمیدونم خونه هایی میخرن، هتل هایی میخرن. چجوری اینا ورشکستن که این همه پول دارن میبرن از ایران، فقط این ور اونور دارن برای خودشون سرمایه گذاری میکنن. چون اینا خودشون هم میدونن اینا مردن، اینا تموم شده، ولی ملت ما هنوز باور نکرده که اینا افتادن. واقعا اون یک قدم مونده تا پیروزی، یک قدم. حالا ما از ما گفتن، ولی اون دفعه هم از کلام خدا براتون گفتم فساد اخلاقی که ایران گرفته حقیقتا در تاریخ ایران سابقه نداره. مردم به حدی فاسد شدن که با این دولت مردا میبینن دارن دزدی میکنن، میبینن دارن غارت میکنن، میبینن دارن ایران از بین میبرن، ولی ما از دلمون خوشی که ایران موشکی درست کرده که نمیتونم غاره پیماست بره نمیتونم ماواره پرتاب بکنه، اونم شکست خورد. به بچه‌های ما نمیدونم به چی این جمهوری اسلامی مینازیم که به بچه‌ها میگونیم بله یک دونه الان موشک فرستاده، ما بله رفتیم ماواره فرستادیم. با این وضع اینا که تکنولوژی ندارن، از تکنولوژی خراب شده روسیه یا تکنولوژی کره شمالی میگیرن. این همه مردم هستن که میتونن تو ایران بیان تحول ایجاد بکنن در ایران، این همه مخا هستن که توی کشورهای دیگر دارن، کشورهای دیگر تو ناسای آمریکا، تو بهترین جاهای این کشورهای خارجی هستن دارن کار میکنن. ما همه این سرمایه رو اصلا چشم ما دیگه این سرمایه رو نمیبینه. از اون طرف به این جمهوری اسلامی چسبیدیم صبح تا شب. ببین فوتبال خیلی خوبه، منم دوست دارم فوتبالو، دوستم دارم که ایران من برنده شه بله، ولی ما رو مشغول بکنم به فوتبال و مشغول بکنم به اونجا و اینجا به درد ما نمیخوره. وقتی زندگی ما درست پیش نمیده، وقتی مثل تو دنیا یا
میبینیم کشورهایی که همه دارن با چی بگم، با آزادی کامل دارن زندگی میکنن، ولی ما در یک کشور ایران زندانی هستیم، از همه چی محرومیم. اصلا ارزشی نداره که من الان میبینید خوشی های بزرگترین خوشی دنیا رو برای من بیارن. چه فایده داره وقتی کشور من در زندانه، ملت من در زندانه. یک گیده رو نبینین اینایی که مسافره میرن، یک گیده دستشون به دهنشون میرسه، میگن آقا تو همیشه تو رستوران ها پره، نمیدونم. شما یک تیکه اونجا رو میبینین تهرانو، بقیه جاشو نمیبینین. یا اینایی که دزدی کردن، اینا فقط فامیلاشون رو میبرن سر کار، یا یه بولی میرسن اینا میان اون خرجا رو میکنن. ولی یه کارمند بدبخت که نمیتونه تو رستوران بره که نمیدونم 2 میلیون تومان پول چیز بده، همش حقوقش 1,500,000، 2 میلیون یا 1 میلیون برای مثلا 200,000 تومان پول غذا بده. این که نمیتونه که. معلومه که اونایی که دستشون تو کار این کارا رو میکنن. اون دفعه از فساد اخلاقی گفتم، این دفعه خداوند با من گفت وضع مردم در زمانهای آخر. اینو برام خداوند آورد که گفت صحبت بکن. این ما صحبت ما رو میکنیم، ما تمام همغم من، تمام این همه صحبت میکنیم، این نیست که اینجا من نشستم راحت بهتون میگم لنگش کنه و فلان کن. نه واقعا اصلا همچی چیزی اون نمیگم برین الان نمیدونم خودتون جلو تی بینن. نه، اون که میگم یک قدم تا پیروزی، واقعا اگه میلیون ها آدم بیاد توی خیابون، این پیروزی شماست. حکومت هم هیچ کاری با شما نمیتونه بکنه، هیچ کاری. شما این همه اخبارا، الان این سایدهای مجازی که شما اخباراشو میگیرین، از تمام دنیا میگیرین، از توییتر از تمام دنیا میگیرین، شما مقایسه نمیکنین با تلویزیون های ایران که ایران همه رو داره دروغ میگه به شما. میشینه دوباره اون تلویزیون های ایرانی نگاه میکنین؟ یا حداقل ملت ما این ماوارا رو که دارن که، نه ماوارا دارین، شما همه دنیا رو دارین میبینین، بدتون میاد مثل کشورهای دنیا آزاد زندگی بکنین؟ میخواین یک ایده آدمای دینی، آدمای عقب مونده بیان بر شما حکومت بکنن؟ شما فکر بکنین، بی این مثال بزنین، دین اسلام میدونی چی میمونه؟ 1400 سال اومده بر ما حمله کرده، همیشه ما میخوایم گریه بکنیم دازش، یعنی خنده و شادی توش وجود نداره، شادیاش هم با گریه است، با عزاست. این دین عزا رو آوردن برای ما، مایی که 1400 سال پیش کشوری بودیم که همیشه شاد بودیم، کشوری بودیم که جشنهای شاد داشت همیشه، الان 1400 سال اینا بر ما حمله کرد، میریم تو مسجد گریه بکنیم. اگه در یک کلیسایی بریم ببینیم با گیتار میزنن، نمیدونم آواز میخونن، با سرود دارن خدا رو پرستش میکنن، میگیم اه اینا چرا دارن خب میز خواننده ها میخونن که، این چجوری آدم خدا رو مگه میشه با ساز و آواز رقص مگه پرستش کرد؟ باید با گریه. آقا ببین، شما یک پدر مادر فامیل، یه فامیل، یه خانواده رو نگاه بکنین. شما فرزند میاد پیش پدرش میگه سلام پدر جان، چطوری، حالت خوبه؟ میگه آره. میزنه گریه، بچه هی گریه میکنه. میگه چرا بچه چرا گریه میکنی؟ میگه که خب من باید پدرمو پرستش بکنم، با گریه پرستش بکنم، بیام سلام بگم، با گریه بگم، عزا بگیرم، بیام تو رو سلام علیک بگنم باید. این چه استدلالی است؟ خدام این همونه میمونه. خدام شما نمیخواد گریه بکنی، زاری بکنی، پرستش بکنی، بری با شادی خداوند پرستش بکنی. همونطوری که در خانواده خودتون پسر یا دختر میاد با پدرش با خوشحالی صحبت میکنه. ما الان حکایت ما شده، 1400 سال میخوایم خدا رو پرستش بکنیم، میایم گریه میکنیم، میزنیم تو سر ما، خاک بر سر ما میزنیم. اولش که خدا رو پرستش نمیکنیم، ما مرده ها رو پرستش میکنیم. مرده ای مثل حسین، مرده ای مثل حسن، مرده ای مثل محمد، مرده ای نمیدونم
مثل فاطمه زهرا هیچ فرقی نمیکنه، مرده پرستیم ما. اونا آدم های خوبی بودن، خدا رو شکر رفتن. اگه آدم های خوب بودن اون دنیا تو بهشتن، اگه آدم های خوبی بودن. من چرا دیگه ناراحت باشم برای اونا؟ اونا دارن اونجا شادی میکنن، من چرا اینجا بزنم تو سر خودم؟ من چرا گریه بکنم اینجا؟ یه ذره خودتون بشینین فکر بکنین. حقیقتا شما میرین پیش پدر مادرتون با گریه میرین، با زاری میزنین تو سرتون، یا میرین با شادی میرین پیش پدر مادرتون؟ پیش این خدام رفتن باید با شادی برین، با رقص برین، با سرود خواندن برین پیش این خداوند. بزنین برقصین، بابا تو رو ببینه، مامان تو رو ببینه، خانواده تو رو ببینه با شادی. او فرزندم چقدر شاده، میگه آفرین دخترم پسرم چقدر شادی. منم الان وقتی تو شادی منم شادم. وقتی گریه میکنی پدر میگه چی خبره تو، چرا گریه میکنی، چی شده؟ میگه نه من چرا اومدم با تو سلام علیک دارم میکنم، به خاطر همون دارم گریه میکنم. اسلام ما همینه بابا، یه ذره فکر بکنین. به قول یه جدشیم صحبت میکردیم با یه نفر، میگفتیم که آدم وقتی میری پیش باباش اگه گیتار داره گیتار میزنه میرقصه فلان میکنه، میگه که بابا جون قربونت برم با شادی فلان، نمیاد میذاره تو سر خودش گریه بکنه. اسلام آوردن تو ایران، شادی ها رو گرفتن، جشنایی که داشتیم همه شاد بود گرفتن، هی میزنیم تو سر ما، هی گریه میکنیم. تونم برای مرده ها از اینجا پیاده، از یه خانم پرسیدم نیویر چیکار کردی برات خوش گذشت؟ گفت آره خیلی. گفتم چیکار کردی، رفتی جشن فلان؟ گفت نه رفتم کربلا. آقا بابا رفتی از اینجا آمریکا رفتی کربلا مرده رو پرستش بکنی، این پول میدادی برای بدبختای ایران؟ این همه زلزله زده و بدبخت گرفتار تو ایران بودن، خب میدادی ثوابش بیشتر از اون بود که تا از اینجا بری تا کربلا مرده رو پرستش بکنی؟ که وقتی این حرفا رو میزنی مردم فوش میدن با آدم، ناراحت میشن. ببین یه ذره عقل تو یه ذره به کار ببر. ببین تو میری پیش پدر مادرت میزنی تو سرکلت گریه میکنی، یا میری با خوشحالی به پدر مادرتو؟ پیش این خودام رفتم با خوشحالی آدم میره، نه غمه بزنم. من اگه من پیش پدرم برم با غمه بزنم برم پیش پدرم، پدرم وحشت میکنه، میگه این چرا اینجوری داره میکنی، چه تو میگم نه اومدم تو رو پرستش بکنم، بقدر همون میخوام تو سرکلم بزنم خودم بکشم. آخه بابا یه ذره فکر بکنیم. این همه مطالعه میکنین، این همه تحصیلات میکنین، ما توی امریکا هم نشستیم باز اینا هستن از اینجا میرن کربلا، از اونجا میرن نمیدونم. اصلا من نمیفهمم واقعا. ببین مسیحیت دین شادیه، خدا میگه با شادی بیا با من صحبت بکن، بیا با شادی و سرود پیش من بیا، منم با شادی بیا زندگی تو شاد بکنم. هیچ اجباری نداری اینجا، اگرم دوست نداری میگی بیا بخون، دوست نداری نیا، زور به این نمیگه. ولی این دین کذایی رو برای ما آوردن، هم باید گریه بکنیم، هم تو سر ما بزنیم، هم نمیدونم غمه بزنیم، هم خودکشی بکنیم، هم پیاده از اینجا خودمون بریم برای یه مرده رو پرستش بکنیم. آخه بابا یه ذره واقعا یه ذره فکر بکنیم. نمیدونم یاسر جان بریم یه سرود بشنویم برگردیم. می ستایمت مسیحا با تمام روح و جانم، می ستایمت خداوند با نگاهم با زبانم. می
ستایمت مسیحا، با تمام روح و جانم می ستایمت خداوند، با نگاهم با زبان مشکور و پر جلالی، صد درود بر نام زیبات، ملکوت آسمونی با شکوه سیر پا، صد درود بر نام عیسی، صد جلالت و خداوند، پر کن از روحت خداوند، تو مسیحای دربند، صد درود بر نام عیسی، صد جلالت و خداوند، پر کن از روحت خداوند، تو مسیحای دربند. همه ما در دعاییم واسه ایران و کلیسا، همه کشورمون رو میسپاریم به دست عیسی، ایران در دعایی با کلامش که سراره، خواهرم این رو یقین دان، روز آزادی تو راه، واسه ایران در دعایی با کلامش که سراره، خواهرم این رو یقین دان، روز آزادی تو راه، عزیز ایران. امیدوارم که هر جای دنیا هستیم بهتون خوش بگذره. یه جای دنیا شبه، یه جای دنیا روزه، ما اینجا روزیم، شما تو ایران شبین، تو اروپا غروبه. به هر حال هر جا هستین، در هر وقتی که هستین، امیدوارم وقتتون به شادی بشه بگذره و خوش باشین. امروز میخوام از دوم تیموتائوس از آیه 3، از باب 3، از آیه 1 تا 9 براتون بخونم. میگه که وضع مردم در زمانهای آخر، کلام خداوند داره با ما میگه. ببین کتاب مقدس یک کتابیه که حقیقتا وقتی میخونی تحولی در زندگی ایجاد میشه، اصلا اخلاق و رفتار و کردار زندگیت عوض میشه، رو به بهبودی میره، همه میفهمن که تو تغییر کردی. بس این کلام خداست که آدم رو تغییر میده. شما با بابایتون صحبت کنین، با بابای اصلیتون دارین صحبت میکنین، اگه پشت تلفن واقعا صدای باباتون رو میشنوین شادی میکنین. این کلام مثل همینه که کلامی هست که مثل که خدا داره باهات صحبت میکنه. بعد کلام روانشناسیه، کلامی است که تمام روانشناسا از این کلام صحبت میکنن. شما نمیخواد مسیحی بشین، هیچ اشکال نداره، زوری نیست، اجباری نیست بیاد مسیحی بشین. شما خودتون این وقتی میخونین خودتون میبینین مسیح کی بوده، چی محبتی داشته، خودتون غالبا مسیح رو به زندگیت وارد میکنی، با مسیح دوست میشی. اصلا کلا میگی که اگه خدایی که باشه من این خدا رو میخوام، چون همه چیز اون خدایی رو داره.
اون چیزی که من یه خدا رو میخوام بپرستم همه چی در وجود مسیح، در خود مسیح هست. این باید بشه، نه یک کتابی که از کلام خدا نباشه من برم مرده رو پرستش بکنم، بعد اونجا از کمر با پایین برای یه پیغمبر فقط خدا وایسه صحبت بکنه آیه بده، یا اینکه منو به قتل مردم دعوت بکنه. خداوند ما انسان‌ها را آورد اینجا با هم زیست بکنیم، با هم فرند باشیم، با هم دوست باشیم، زندگی بکنیم، سازندگی با هم بکنیم، نه اینکه اومد اینجا ما بکشیم. خطای آدم از اون اول که از بهشت بیرون اومد ما را به این روز انداخت. انسان در ذاتش گناهکاره، در ذات هر انسانی. بلا بچه دو ساله که دنیا میاد، دروغی که به توی دو سال وقتی میشه، بچه که دنیا میاد دو ساله میشه، تو دروغ یه سال نیم دو سال نیم که این بچه سن داره بهش یاد نمیدی، که هیچ پدر مادری دروغ یاد نمیده به بچهش که. ولی این بچه چون ما آدمی ها ذاتمون دروغ، ذاتمون گناست، دروغ از همون سن اول هم که تازه به حرف اومدیم باز دروغ میگیم. میگه مثلا بچه این شکلات تو برداشتی، پشتش قایم میکنی، میگه نه من بر نداشتم، بس دروغ داره میگه، تو که یادش ندادی دروغ که. میگه نه کلش هم تکون بده، میگه نه. این برای تو هست یا نه؟ منم بچه بزرگ کردم، بلاخره بچه های من این چیزها رو داشتن، همه بچه هاشون این چیزهایی دارن. اینه، این شما باید خودتون تشخیص بدین که کلام خدا هست یا نیست. خودتون تشخیص بدین، وقتی زندگیتون عوض میشه میبینین با خدایی طرف هستین که این خدا همه جوره با توه، دستش در زندگی توه، تو رو راهنمایی میکنه، تو رو از خطرها حفظ میکنه. دعا میکنی به نام عیسی مسیح، میبینی شفا میاد، میبینی کارا انجام میشه. بس این خدای حقیقیه. باز بریم بخونین، هیچ زوری در کار نیست، بریم کلام مقدس بخونین، انجیل عیسی مسیح رو بخونین. البته خود عیسی مسیح نمیشه، شاگرداش نوشتن هر چیزی که عیسی مسیح تعلیم داد شاگرداش توش نوشتن. بس میشه وضع مردم در زمانهای آخر. در دوم تیموتائوس 3 میگه این را نیز باید بدانید. نویسنده این کلام داره میگه، میگه این را باید بدانید که در زمانهای آخر مسیح بودن دشوار است، خواهد بود. دیدی الان تو ایران یا تو چین یا جای دیگه مسیحا رو میگیرن میکشن. انسانی که خدا رو میپرستی میگیرن میکشن. چین کمونیست، به قدیه کمونیست خدا رو رد میکنه، هیچ چیز قبول نداره، نمیخواد مثلا مردم خدا رو پرستش بکنن. تو ایران هم چون مرده پرستن، دین قضایی رو دارن پرستش میکنن، اونو فالو میکنن، میگن که شما اگه این مسیحی باشین باید بمیرین. اینه داره میگه، در 2000 سال پیش اینه نوشته. میگه این را نیز باید بدانین که در زمانهای آخر مسیحی بودن بسیار دشوار خواهد بود. شما از مسیح صحبت بکنین مسخرتون میکنن، اعدامتون میکنن. اینه، این داره از این زمانهای آخر میگه. ما بهتون میگیم زمانهای آخره، ولی شما برای ما میخندین، اشکال نداره بخندین، ولی زمانهای آخره واقعا. زیرا مردم خودپرست، پول دوست، مغرور، متکبر خواهند بود. میبینین الان شما اینا رو دیگه نه؟ مردم چقدر پول دوستن، چقدر خودپرستن، خودشون همیشه میخوان بالا ببرن، مقام خودشون رو بالا ببرن، منم منم باید بگن، پولشون رو به رخ شما میکشن. داریم میبینین اینا رو دیگه؟ مغرور و متکبر خواهند بود و خدا را مسخره کرده نسبت به والدین نامطیع و ناسپاس خواهند شد. الان ببینی الان در صحبت
خدا رو میکنی میگه بابا برو تو چی میگی آقا، تو عصر 21 هستی خدا فلا اینا چیه، یه طبیعتی هستی که آدم میاد دنیا میمیره میده، تو رو مسخره میکنن نه، خدا رو هم رد میکنن، نسبت میگه به خانواده خودشون هم ناموتی هن. الان بچه ها رو شما ببینین، شما نمیتونین به بچه ها صحبت بکنین، با بچه ها حرف بزنین، هرچی خودشون میدونن میکنن، واقعا ناموتی هن. پسر ناموتی، دختر ناموتی، نمیدونم هر کسی میبینی مثلا هیچ احترامی برای خانواده خودش قائل نیست، هر کس ساز خودش میزنه در خانواده و دست بر هر عمل زشتی خواهند زد. شما نمیبینین الان تو ایران دست به چی اعمالی میزنن، دختر با کسی رفیق میشه با یه پسر برای اینکه پول پدرشو زودتر به دست بیاره، هم دست میشه پدرشو میکشه. اینا رو دیگه تو ایران داریم میبینین شما نه؟ به هر عمل زشتی میزنن همین دیگه، آخرش میگیرن میکشن یا قالتاقگیری میکنن یا نمیدونن برایشون داستان سازی میکنن، برایشون پرونده سازی میکنن. مردم سنگدل و بیرم، تومت زن و ناپریزکار، خشن و متنفر از خوبی خواهند بود. شما الان خوبی میکنی مردم متنفره، وقتی آدم بدی باشه مردم تو رو دوست داره، همه تو رو دوست دارن اگه آدم بدی باشی، آدم دزدی باشی، آدم غالطاقی باشی، آدم چرب زبانی باشی، آدم زیر پای کسی رو میزنی باشی، معذرت میخوام ببخشی، چابلوس باشی، همه تو رو دوست دارن. ولی اگه آدم خوبی باشی ایش که تو رو دوست نداره، یه عقب افتاده است بابا، یعنی آدم غالطاقی نیست، زرنگی نیست، عقب افتاده است. اگه دوز باشی، زرنگ باشی، آدم خوبی هستی. همینه داره کلام خداوند از 2000 سال پیش نوشته داره باید میگه. امروز میدید خداوند که روی خداوند به اون نویسنده گفت و اون نوشت. امروز میدید. اعلام از خدا گرفت. خدا جلوتر از همه میبینه چی داره میشه ببین. و کسانی را که میخواهند زندگی پاکی داشته باشند به باد تمسخر خواهند گرفت. همینی که الان گفتم، وقتی شما خوبی میکنین، وقتی شما میخواین یه جا هستین غالطاقگیری نکنین، دزدی نکنین یا نمیدونم بر علیه کسی پانشین، شما رو مسخره میکنن، میگه تو هم دیگه خیلی اصلا اونجوری هستی دیگه، اصلا ولش کن بابا. واقعا هم اینجوری هست یا نه؟ این در زندگی ها، در معاشرت های خودتون میبینین اینا رو، در کار خودتون میبینین اینا رو. در آن زمان خیانت در دوستی امری عادی به نظر خواهد آمد. دو تا دوست به هم دیگه خیانت میکنن، حقیقتا میگی نه خیانت نکردم، من زرنگتر از تو بودم اون کار کردم دیگه، این خیانت به حساب نمیاره که من زرنگتر از تو بودم اومدم تو رو انداختم بیرون کار تو گرفتم، دیگه هیچ فکری نمیکنه که تو اونم زندگی داره، اونم زن و بچه داره، اونم خرج داره، نه میگه من زرنگتر بودم این کار کردم. انسان ها خود رای، تندخو، مغرور، ببین غرور داره، به خصوص اونایی که پول دارن، یه ذره مقام داره، غرور داره، اینا رو میکشه، مثل دولت مردان ایران که هم دزدن، هم غرور بی حد دارن، علکی دست به لانه زنبور میکنن، ضربه میخورن ها. ببین شما توی سوریه هستن، اونجا این همه اسرائیل پایگاهشون رو بمباران کرد، هر روز پایگاهشون رو با هواپیما میاد میزنه، ولی باز اونجا هستن، میخوام بگن که مثلا نخه ما خیلی قوی هستیم. فرمانده های سپاه، فرمانده ارتش امروز گفت که آمریکا غلط زیادی نکنه، ما اگه بخوایم واقعا به ضربه بزنیم با آمریکا، راحت میتونیم با آمریکا ضربه بزنیم، ارتش ما اینقدر قویه که. منم دوست دارم
ملت من، مملکت من، کشور من ارتش قوی داشته باشه. وقتی ارتش قوی ندارم علیکی نمیام یه نفر رو تحریک بکنم که بیاد با من جنگ بکنه، ولی اینا دوست دارن که جنگ بشه، چون میخوام مردم سرکوب بکنن، بگم ما الان جنگ داریم، مردم نباید حرف بزنن، نگم ما حقوق نگرفتیم، نگم ما جنس همون گرون شده نمیتونیم بخریم، زندگی ما خراب شده، این حرف رو نزنیم، چون اینا اینه میخوان. ولی شما ملت باهوش باشین و عیش عشرت را بیشتر از خدا دوست خواهند داشت. مردانی میگم که خود سنی ازش گذاشته، بهش میگم که بالاخره کی میخوای با این خدا آشتی بکنی، کی میخوای با خدا صحبت بکنی؟ میگه بابا ولش کن، امروز عشق بگن، امروز عشق است، ولش کن اصلا، میمیری میری تو رو میندازن یه جای دیگه، فکر نمی کنه دیگه، دنیای دیگری هست. ای انسان ها اینه بدونین که دنیای دیگری واقعیت داره، هست، جهنمی هست که شما باید، کسی که با خدا آشتی نکنه، با خدا را نره، یا اعمالش در این دنیا بد باشه، قضاوت خدا میره، اگه بره تو خدا نکنه بره تو جهنم. میان میگن خدا محبت، حقیقتن هم خدا محبت، حقیقتن هم رحمت خداوند بیش از اون چیزیه که ما فکر بکنیم. یه زن فاحشه، پلی بوی، فیلم های سیکسی میرفت بازی میکرد، امریکایی یا توی فاکس نیوز نشون دادم این چند زیر پیش، اومد میگفت که من هفته ای $100,000 تو $20,000 $50,000 درآمد دارم از این کار، یعنی چهارپای ما مثلا $1,000,000 درآمد داره، خیلی دیگه درآمد اینجا $1,000,000، شما مایی $10,000 درآمد داشته باشیم بهترین زندگی رو اینجا میکنی. این تو این فیلم ها 18 ساله بود، خواهی هیکل خوشکلی داشت، قیافه خوشکلی داشت، رفت توی فیلم های سیکسی بازی کرد، بدترینش داشت، خودش داشت میگفت، میگفت یه روز داشتم میرفتم یه دونه از این فیلم ها رو بازی بکنم، با هواپیما داشتم میرفتم با اون شهری که میخواستم این فیلم رو بازی بکنم، میگی تو هواپیما اینجایی که کتاب ها رو میذارن، اون کاغذ های میذارن که شما ببینیم مثلا چی چیزهایی دارن سوارش بدیم فلان، میگی یه بایبل بود، همینجوری این بایبل رو برداشتم باز کردم، بایبلو آمد ریولیشن، همین مکاشفه فاحشه، زن فاحشه اومده بود، میگه وقتی اونو خوندم اینی که خیالی یه نفر آب سرد ریخت روی سرم، میگه که یه نفر یه ضربه محکم زد به من، از همونجا میگه من به مواد مخدر میکشیدم، مشروب میخوردم، بدترین فیلم های سیکسی بازی میکردم، میگه اون موقع تلفن رو برداشتم زنگ زدم به مادرم، گفتم مادرم خونه رو تمیز کن، من میخوام بیام خونه. بعد از سالهای سال که با مادرم اصلا زنگ نزدم، حرف نزدم، قطع رابطه کرده بود، میگه تحول عظیم در من ایجاد شد، رفتم خونه نشستم دعا کردم، دوباره اون بایبل رو خوندم، خدا با من حرف زد، اینقدر زندگیم عوض شد، دیگه این پولای کثیف برای من کاغذ پاره بود، این پولا همونجوری که ایم اومد همونجوری هم کثیف میرفت. میگه وقتی خوند قشنگ ایمان آورد، به مسیح ایمان آورد، رفت خود تعمید گرفت، الان یک دونه کلیسا رو داره شبانی میکنه، کشیش یک کلیسا شده. ببین خداوند چقدر رحمتش زیاده، تو اگه همین حالا قتل قاتلی، فاحشه هستی، نمیدونم دزد هستی، هرچی هستی، اگه به این خدا ایمان بیاری خداوند تو رو میبخشه، از این دوز زندگیت عوض میشه، خدا دیگه به حساب نمیاره اون گذشته تو رو، هر کاری که بودی، اینقدر خدا با محبته. ولی اگر این خدای محبت قبول نکنی و این رد بکنی، بعد بری اون دنیا، بایستی روی عمل خودت، بایستی
قضاوت بشی دیگه. قاضی قاضی عادلیه، اگه عملت خوب نباشه باید بری جهنم. یک تا عبدالدر بایستی توی عذاب باشی. اگه پول دوست داری اینقدر خدا بهت پول میده زیر اون پولا خم بشی. طلا دوست داری اینقدر طلا بهت میده زیر اون طلا خم بشی که بگی من اصلا نه پول میخوام نه طلا میخوام. ولی دیگه دیره، تا موقعی که زنده هستی باید به این خدا ایمان بیاری، با این خدا را بری. این خدایی هم نیست که بگه آقا تو وقتی به من ایمان آوردید، نه خیر دیگه اصلا مقدس مقدس باش، اصلا به هیچ که کار نداشت باش، به هیچی، نه خیر خوش باش، شادی تو بکن، ولی همه در راه درست. شراب تو بخور، پارتی برو. خداوند بهت نمیگه که صبح تا شب گریه بکن که. خداوند بهت نمیگه که صبح تا شب تو سرت بزن. نه، اون خدای خدای نیست که میگه تو سرت بزن، تو رو بکش، غمه بزن، خاک بریز تو سرت. اون خدا نیست. هیچ پدری به فرزندش اینجوری نمیکنه. میگه این گونه افراد، میگه نه به ظاهر افرادی مؤمن مثل این آخوندهای ایران که خودشونو مؤمن میدونن، اما در باطن بی ایمان خواهند بود، فریب. این گونه اشخاص ظاهری رو نخور. اینایی که خودشون روز تا شب دزدی دارن میکنن، اعمال زشت دارن میکنن، با دخترای مردم، با زنای مردم میرن سیغی میکنن، زنا دارن میکنن. بیا دختری که میان پیش اینا اگه احتیاج داشته باشه، بدبخته، به خانواده خودت گرفتاری داره، اولین کاری که میکنن میگن بیا سیغه من بشو، گرفتاری دل بشه. اینایی که میگن ما مؤمنیم، معلومه که خدا رو نمیپرستن، معلومه که اینا اصلا وجدان ندارن، اصلا اینا فقط در فکر کمر پایین خودشون و زندگی خودشون، پول خودشونن، مقام خودشونن. ما باید هوشیار باشیم، ما بایستی آگاه باشیم، گول اینا رو نخوریم. این گونه افراد هستن که با هزاران نیدنگ به خانه های مردم راه پیدا میکنن و با زنان کم عقل که گذشته گناه آلودی داشتن تر دوستی میریزن و تعلیم غلط خود را به خورد ایشان میدن. میگه بیا بریم الان چیز کلاس قرآن تو رو ببرم، قرآن تو قرآن، بعد اونجا کار زشت خودش هم میکنه. بس امروز ما مردم بایستی هوشیار باشیم. امروز به عیسی مسیح ایمان بیار که عیسی مسیح بتونه زندگی تو هم با شادی باشه، هم زندگیت پاک باشه. تا حالا هر گناهی کردی، تا همین حالا میتونی بذاری کنار، بگی خداوند من دیگه از این گناه خسته شدم، دیگه نمیخوام گناه بکنم، نه فاحشه بشم، نه زناکاری، نه دزدی، نه پول دوستی، نه غلطاگیری، خدایا از اینجا دیگه میخوام تو رو پرستش بکنم، زندگی من در دستای خودت بگی. ای عیسی مسیح امروز به قلبم بیا، حقیقتا دیگه خسته شدم از این زندگی هایی که دارم، حقیقتا دیگه واقعا دیگه نمیدونم چجوری باید زندگی بکنم، در این کثافت دارم غرق میشم. خداوند اینجاست که میاد تو رو نجات میده، اینجاست که میاد زندگی تو پاک میکنه، زندگی تو تحول ایجاد میکنه. اینه میگن خدای عشق، خدای محبت. هیچ چیزی نمیتونه جای محبت بگیره. این خدا اینقدر محبته. میگم وقت تموم شد، تا هفته دیگر، بدرود تا درودی دیگر. مرسی که به ما گوش دادی.